به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که صحتمند و جانتان جور باشد خب شاگردای عزیز و گرامی قرار بود که کارخانگی رو به ما روان کنید درست است چیکار کردین کارخانه روان کردین یا نه از چه طریق روان میکردین یا است؟ از طریق واتساب در نمبر چند بود؟ نمبر 20964780 255 40 13 درست است کارخانگی درس قبل باید با ما روان میکدین و اگر کدام سوالی دارید یا کدام مشکلی در حل کارخانگی یا کدام انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق همین نمبری که برای شما خواندم سیست خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هفتم ما با هم دیگه میخوانیم درست است فصل چندم امروز شروع میکنیم امروز ما و شما فصل سوم مضمون خود شروع میکنیم و فصل سوم ما و شما چی است اعداد تام یا برایش میگیم اعداد صحیح هم گفته میشه بعضی از کتاب ها با عنوان اعداد صحیح مطرح کرده ای عنوانایی مطلب درست است پس اعداد تام یا اعداد صحیح خب شاگردای عزیز ما و شما در درس امروز چه عنوان را دنبال میکنیم یا میخوانیم دو عنوان ما و شما باید چه کنیم باید بخوانیم اول از همه اعداد مثبت و منفی را میخوانیم درست است اول از همه اعداد مثبت و منفی را میخوانیم و بعد از او چرا میخوانیم اعداد تام و نمایش آنها روی محور اعداد پس این دو موضوع را ما و شما باید امروز صد فی بخوانیم و دقیق بفهمیم که چی است بسیار مهم است اعداد تام یکی از موضوعات بسیار مهم در ریاضیات است و تا آخر که ریاضی ما و شما میخوانیم با ما است سعیست پس را بسیار دقیق فکرتان باشد گوش کنید که دقیقا یاد بگیرید پس میریم سر تخته اعداد مثبت و منفی رو برای تشریح میکنم و مثال برات میزنم که کاملا بفامی درست است شاگردای عزیز و گرامی اعداد مثبت و منفی رو میخوایم با همدیگه دیگه بخونیم و برای تشریح کنیم که چی است من یک مثال برات میزنم و بعد اعداد مثبت منفی رو برای دمی مثال تشریح میکنم با عنوان مثال شما در خانه ششتین تلویزیون روشن کردین درست است تلویزیون روشن کردین و خبر خبر میگه در خبر میگه که بانوان مثال فصل زمستان است خبر به شما میگه که دمای هوای کابل پنج درجه بالای صفر میباشد سیست پنج درجه بالای صفر و دمای هوای شهر بامیان اش درجه زیر صفر یا پایین صفر میباشد حالی سوال ما از شما میست کدام از این دو شهر دمایش چی است بالاتر یا بگیم گرمتر است و کدام شهر سردتر است اینو بگین شما آفرین کابل چون پنج درجه بالای صفر می باشد پس چی است دمای از او گرمتر است بالاتر است دیگه نه و بامیان که 8 درجه زیر صفر می باشد خیلی سردتر است درست است پس بالای صفر چی میشه هوای گرم میشه و پایین صفر چی میشه هر چی پایین تر از صفر باشه هوا چی میشه سردتر میشه خب فامین دیگه نه به عنوان مثال دمای هوای بامیان منفی 8 درجه یا بگیم که چی 8 درجه زیر صفر است. صحیح است 8 درجه زیر صفر است. اما دمای هوای سالنگ شمالی 10 درجه زیر صفر است. حالی سوال در اینجاست. هوای بامیان سرتر است یا هوای سالنگ شمالی؟ کدامش سرتر است؟ بامیان 8 درجه زیر صفر است، سالنگ شمالی 10 درجه زیر صفر است. کدام هوا سرتر است؟ شهر؟ بگین شما آفرین سالنگ شمالی سرتر است چون دو درجه پایین تر است دیگه نه بامیان 8 درجه زیر صفر است اما سالنگ شمالی ده درجه زیر صفر است پس کدام سرتر است آفرین او 10 درجه زیر صفر سرتر می باشد پس فهمیدی چی شد دیگه نه آلی ما و شما اگر بخوایم امی دمای هوای شهر را چی کنیم به اعداد نشان بدیم در ریاضی به عنوان مثال کابل گفتیم 5 درجه بالای صفر حالا فرض کنیم بامیان هم باشه 5 درجه زیر صفر حالا ما گفتید مشت حالا خود عوضش میکنیم میگیم چی 5 درجه زیر صفر اردو از نا پنج است ما با چی نوشته کنم پس بان ما مثال نوشته کنم برید بان وان مثال دمای هوای پس اعداد مثبت و منفی بون وان من مثال بامیان دمای هوایش چند باشد پنج درجه زیر صفر درست است کابل چند باشد کابل دمای هوایش باشد پنج درجه بالای صفر سالنگ شمالی دمای هوای باشد به با عنوان مثال ده درجه زیر صفر. قندهار باشد به با عنوان مثال دوازده درجه بالای صفر. سیست پس در خبر به ما اعلام میکنه که دمای هوای شهر بامیان 5 درجه زیر صفر میباشد دمای هوای شهر کابل 5 درجه بالای صفر دمای هوای سالنگ شمالی 10 درجه زیر صفر و قنده هم چند باشد دوازده درجه بالای صفر به با عنوان مثال هرات هم به ما بگه دمای هوایش صفر درجه است سهیست؟ آن ما و شما میخوایم اینا را به ریاضی نشان بتیم اگر نوشت کنیم پنج درجه زیر صفر خود درجه زیر سفر چی میشه؟ ای میشه چی دری میشه؟ ریاضی یک زبان بین المللی است تمام دنیا رو میفهمه درست است؟ پس ما و شما میفهمیم که دری, در زبان هستیم درجه 5 درجه زیر سفر اما اگر بیایم چی کنیم بر ریاضی نشان بتیم به زبان بین المللی نشان بتیم باید رو چی نشان بتیم؟ خب ایم هم پنج میشه؟ سیست؟ کابول هم پنج درجه بالای سفر است. ایم هم پنج میشه. خب کدام یا سرتر است؟ خب صد فیصد بامیان سرتر است چون 5 درجه زیر صفر است اما کابل 5 درجه بالای صفر است پس فقط اگر ما و شما با یک عدد نشان بتیم غلط میشه است بشه ما و شما پس نیاز داریم که ما چی کنیم بیایم یک سمبولی دیگه در اینا اضافه کنیم که بفهمیم 5 درجه زیر صفر با 5 درجه بالای صفر فرق میکنه بین دوتا تفاوت وجود دارد پس چی میکنیم میایم برای از چی میمانیم یک علامه میمانیم پس اعداد مثبت و منفی بالای صفر با علامه مثبت نشان میتیم و پایین صفر با علامه منفی اما او علامه کجا میمانیم؟ او علامه را دقت کنید شاگردای عزیز و گرام بسیار نکته مهم میشه. اینه تا آخر در باشد او علامه عدد ما و شما باید دقیقا در پشت سرش بانیم ما بعضی دیدیم بعضی شاگردها پیشش میمانه صحیح غلط است باید در پشت عدد باشد یعنی که پنج بالای صفر است میشه پنج مثبت میخوانیم یا مثبت پنج فرق نمیکنه مثبت پنج یا پنج مثبت میخوانیم صحیح و پنج درجه بالا ببخشید پنج درجه زیر صفر است نه پس زیر صفر چی میشه منفی میشه بالای صفر مثبت میشه پس این میشه 5 درجه زیر صفر یک منفی میمانیم برش پس است چه میخوانیم منفی 5 یا 5 منفی اما کابل که 5 درجه بالای صفر است چه میخوانیم 5 مثبت یا مثبت 5 آفرین پس فامیل چی رقم شد دیگه بالای صفر ما و شما چی میگیریم مثبت میگیریم و پایین صفر یا زیر صفر منفی میگیریم صحیح پس حال فهمیده میشه که دمای هوای بامیان رو بگیم چی منفی پنج دیگه رو میفهمیم منفی پنج معنایش است که پنج درجه زیر صفر و دمای هوای کابل گفتیم پنج درجه بالای صفر نوشته میکنیم مثبت پنج صحیح خب حالا شما بگین سالنگ شمالی ده درجه زیر صفر چی میشه عددش عددش میشه مثبت ده یا منفی ده بگین آفرین چون زیر صفر است پس میشه منفی ده منفی ده صحیح پس منفی ده یا میخوانیم ده منفی فرق نمیکنه که او را ده منفی بخوانیم یا منفی ده بخوانیم مردش سیف قندهار چی میشه؟ قندهار دوازده درجه بالای صفر سیف پس چی میشه؟ بگین آفرین مثبت دوازده سیف پس میشه مثبت دوازده درجه یا میگیم دوازده درجه بالای صفر پس اعداد مثبت و منفی رو گفتیم که بعضی وقتا ما و شما نیاز داریم اعداد ما و شما چی باشد علامه داشته باشد و دقت کنید شاگردای عزیز این اعداد مثبت منفی اعداد تامی که ما و شما امروز یاد میگیریم تا آخر دیگه است تا آخر که ریاضی میخوانیم اعداد مثبت منفی با ما هست پس بس بسیار نک... نکته مهمی است که باید یاد بگیرید پس اعداد مثبت منفی همه اعداد خود ماست فقط چی پشت سرش علامه دارد دقت کنید علامه رو باید پشت سرش بانید پیش بانید پایین بالا بانید غلط میشه سعیست پس باید دقیقا علامه پشت سر خودش باشد پشت سر عدد پس پنج درجه زیر صفر نوشته میکنه منفی پنج یا پنج منفی فرق نمی کنه اردوش بخوانیم منفی پنج یا پنج منفی پنج درجه بالای صفر چی میخوایم مثبت پنج یا پنج مثبت سالنگ شمالی ده درجه زیر صفر است پس میشه منفی ده درجه سیست و قندهار دوازده درجه بالای صفر میشه چی میشه؟ مثبت دوازده خب شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه من زده بودم بنوان مثال گفتیم هرات هرات چند باشد؟ صفر درجه باشد صحیح؟ صرف درجه باشد خود هرات صرف درجه باشد خب صفر درجه رو چی است بالای صفر یا زیر صفر است هیچ کنم دق... دقیقا خود صفر است پس این علامه نداره نه مثبت نه منفی چون ما گفتیم بالای صفر ما با علامه مثبت نشان میدیم و پایین صفر با علامه منفی پس دمای هوای هرات ما فقط با یک صفر نشان میتیم پس چی میشه صفر فکرتان باشد دقت کنید شاگردای عزیز صفر علامه ندارد علامه نه مثبت است نه منفی اما بالاتر از صفر چی میشه علامش میشه مثبت و پایینتر از صفر علامش میشه منفی میشه خود صفر علامه ندارد پس این نکته اول نکته بسیار مهم خود صفر علامه ندارد خب یک نکته دیگه ما برات میگم نکته بسیار مهم است شاگرد از دقت کنید نکته دیگه ای که ما و شما یک نکته است اگر عدد ما و شما علامه منفی داشته باشه که 100 درصد باید منفیش رو بونیم اگر نمونیم غلط میشه پس دقیقا منفی رو باید صد فیصد بانیم صحیح است اما اگر عدد ما و شما مثبت باشد علامش مثبت باشه یعنی بالای صفر باشد صحیح است چی میشه علام مثبت میتونیم نمانیم یعنی اگه نوشته نکنیم مشکل پیش نمیایه صحیح است به عنوان مثال امی عددی که ما و شما 5 درجه بالای صفر اگه نوشته کنیم فقط نوشته کنیم 5 صحیح است امی معنای یعنی مثبت است پس یک قرارداد بین ما و شما تا آخر یادت باشه میره. اگر یک عدد علامه نداشت علامه از چی در نظر میگیریم مثبت در نظر میگیریم صحیح است اگر منفی باشه 100 درصد باید علامه منفی را ما و شما نوشته کنیم ولی اگر علامه نداشت 100 درصد علامت از در چی بوده مثبت بوده یعنی علامت مثبت میتونی نوشته کنی میتونی نوشته نکنی که او بر اساس نیاز سوال با توجه به اون شرایط سوال ما و شما بعضی جاها ما نیاز نوشته کنیم بعضی جاها هم نیاز است نوشته نکنیم فرق نمیکنه نوشته نکنیم کدام گپی نیست صحیح پس دو نکته اول چی سه نکته نکته اول چی بود اعداد مثبت منفی رو خوب فهمیدیم اعداد رو ما میتونیم برای چی بانیم علامه بانیم مثبت یا منفی خب صفر ولی علامه ندارد نه مثبت است نه منفی این فکر باشه نکته اول نکته دوم چی است نکته دوم نکته دوم گفتیم اعداد مثبت علامه شو میتونی بانی میتونی نوشته نکنی فرق نمیکنه اردوش یک معنی رو میته صحیح پس این ما شما میفهمیم عددی که علامه نداشته باشه علامه چی مثبت است صحیح است اما اگر منفی باشه 100 درصد باید چه نوشته کنیم پس در اینجا عدد چند عدد مثبت 12 دواز... میتونیم نوشته کنیم فقط 12 نوشته کنیم صحیح است پس فقط 12 میتونیم نوشته کنیم پس شاگردای عزیز و گرامی اعداد مثبت و منفی معناش همین است خب آیا سوال حال ممکنه باشه در شما سوال شوه که بگیم فقط در هوا استفاده میشه بالای صفر پای دمای هوا بالای صفر پایین صفر نه در هر جا میتونیم استفاده کنیم با عنوان مثال فا چی بگیم ده شما در شما یک دریا در نظر بگیرید، صحیح دقیقاً سطح روی آب چی بگیریم ما و شما صفر در نظر میگیریم هر چی اجسام ما و شما بالاتر باشه مثبت میگیریم پایین تر از سطح دریا باشه اون منفی میگیریم صحیح یک تا ماهی به عنوان مثال در چقدر عمق چقدی مثلا عمق چقدر آب شنا شنا میکنه سیست به عنوان مثال میگیم منفی دو یعنی منفی دو متر زیر آب سیست یک تا پرنده در چند دا کدام عدد پرواز میکنه میگیم به مثال مثبت سه یعنی با سه متر بالاتر از چه سطح دریا سیست پس مثال های متفاوتی ما شما میتونیم بزنیم که اعداد مثبت و منفی کاربرد دارد پس فکرتون باشه اعداد مثبت و منفی را ما شما فهمیدیم خب فقط نکاتشی هست که علامه منفی رو فیصد باید بانیم اما علامه مثبت میتونیم بانیم میتونیم نوشته نکنیم و نکته دوم صفر صفر ما و شما هیچ علامه ندارد نه مثبت است نه منفی سعیست خب شاگرده عزیز و گرامی پس ما میدیم چی است اعداد مثبت و منفی خب شاگردای عزیز و گرامی اعداد مثبت و منفی رو ما شما خواندیم و تشریح کردیم برید که چی هست درست است و با مثال تشریح کردیم پس اعداد مثبت و منفی رو ما شما خواندیم رو چی میکنم تیک مارک میکنم سیف اما بحث دوم ما شما چی است اعداد تام و نمایش آنها روی محور اعداد خب اعداد تام چی است دقیقاً همین اعداد مثبت و منفی و صفر مطلبی که خواندیم نه عدد مثبت عدد منفی و صفر صفر گفتیم نه مثبت است نه منفی جداست بر خود دیگه علامه نداره پس همین اعداد مثبت صفر و اعداد منفی رو امیار میگیم چه اعداد تام یا اعداد صحیح هم برش گفته میشه صحیح فامیل چرا خم شد دیگه نه بعضی از کتاب اعداد تام میگه بعضی از کتاب اعداد صحیح میگه خب پس من میرم سر تخته و تخته رو پاک میکنم و تشریح میکنم که همین اعداد تام روی محور چی رقم ما و شما نشان داده میتونیم درست است اعداد <applause> تام و نمایش آنها روی محور اعداد به چه شکل می باشد عنوان دوم درس امروز ما و شما اما اعداد تام چی است دقیقا دقت کنید شاگرده پس من نوشته کنم اعداد تام فست یا گفتیم چی برش میگه اعداد صحیح هم برش گفته میشه بعضی از کتاها اعداد صحیح برش میگه. برشان میگه صحیح فهمیدی چی رقم شد نه؟ خب امی که گفتم، اعداد که گفتیم اعداد مثبت منفی و صفر چون صرف هیچ علامه نداره نه مثبت است نه منفی مثبت صفر منفی امی اعداد ما شما چی میگیم؟ برش میگیم اعداد تام یا اعداد صحیح و اگر ما شما امی اعداد ها را داخل یک ست بندازیم دو ست چیم داخل یک ست بندازیم پس صفر یک دو سه امی سه نقطه ما و مو شما و شما یعنی تالای تناهی ادامه دارد سه سه چار پنج شش تالای تناهی ادامه دارد و در این برچه منفی رو نوشته میکنیم و منفی یک منفی دو و سه نقطه بازی سه نقطه معنایش چی یعنی تا منفی لای تناهی ادامه دارد سه, سه؟ پس میشه منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار، منفی پنج یا شش منفی هفت منفی فرق نمیکنه من تا لای تناهی تا منفی لای تناهی ادامه دارد با ما و شما چی کردیم اعداد تام امی اعداد مثبت منفی و صفر دقت کنید صفر نه مثبت است نه منفی امی اعداد ما و شما داخل یک ست انداختیم به این ست میگیم ست اعداد تام یا ست اعداد صحیح و با چی نشان میتیم سمبولش با سمبولی دقت کنید بعضی از کتاب ها با آی نشانش میته سیست از انتجر میاد انتجر فست چی به چی انگلیسی میشه اعداد صحیح اعداد تام و بعضی از کتاب با زید نشان میته یک تا خطک کنارش میمانیم یک تا خطک کنارش مانده میشه و این خطک چی هستی قبلا براتون گفتیم دیگه نه در اعداد طبیعی براتون گفتیم که چی است که ما و شما عدد طبیعی با چی نشان میدیم با ان نشان میدیم نه اما یک خطک کنارش میمانیم به خاطر چی است به خاطر از که فرق شوه با این انگلیسی فرق شوه ان دق... دقیقاً چی است این انگلیسی است اما یک خطک میمانیم میشه سه اعداد طبیعی این خطک ما و شما در انجام میمانیم این هم چی است این هم ست اعداد تام یا ست اعداد سیر میده سیس اگر خطک نباشه همون چی زید خونده میشه چی حروف انگلیسی یا آی نشان میتیم سیس پس فرق نمیکنه بعضی از کتاب با زید بعضی از کتاب ها با آی نشان میتیم هر کدام نشان فرق فرقی نمیکنه پس ست اعداد تام درست شد ست اعداد تام یا صحیح برش میگیم پس چی است اما اعداد مثبت اعداد منفی و صفر چون صفر نه مثبت است نه منفی بعد میگیم اعداد تام خب شاگردای عزیز حالا ما شما میتونیم چی کنیم امی اعداد تامه ما و شما روی یک محور نشان بتیم محور چی است محور دقیقا دقت دقیق کنید خط جهت دار است که اردو طرف جهت دارد تا لای تناهی تا منفی لای تناهی ما و شما دقیقا, دقیقا یعنی وسط ما و شما چی در نظر میگیریم صفر در نظر میگیریم و اعداد مثبت سمت راست صفر میمانیم همیشه دقت کنید همیشه اعداد مثبت سمت راست صفر است پس صفر است در اینجا یک میشه صحیح در اینجا دو میشه در اینجا سه چهار بعدی شد میشه پنج میشه شش افتا لایتناهی و سمت چپ اعداد منفی را در نظر میگیریم پس میشه منفی یک سیست منفی دو منفی سه منفی چار منفی پنج تا منفی لایتناهی پس دقیقا ما و شما اگر امی عداده دقیقا مثل چی؟ مثل امی سه تعداد تام امی روی محور آمدیم رو قرار دادیم محور دقیقا این وسط صفر گرفتیم اعداد مثبت سمت راست ماندیم و اعداد منفی را سمت چپ ماندیم دقت کنید شاگردای عزیز همون دو که گفته بودیم من یک نوشته کردم سیست یک علامه برش نماندم یعنی چی یعنی علامهش مثبت است میتونه مثبت بونه میتونه مثبت نوشته نکنیم خب به بونه ولی فعلا مثبت یک مثبت دو مثبت سه مثبت و سمت چپ علامه منفی رو که صد فیصد باید با فکر فکرتون باشد ها دقت کنید اگر علامه منفی نمانه غلط میشه اون مثبت خوانده میشه و. پس قرار را نیست اگر عددی علامه نداشت علامه از چی است مثبت است پس اگر مد نظر شما عدد منفی 100 فیصد علامه منفی رو باید با نیا فهمید دیگه نه و صفر ما و شما هیچ علامه ندارد نه مثبت است نه منفی پس به این میگیم چی محور اعداد تام پس اگر ده کتاب به شما گفت محور عدد تامه بکش تو باید دیره بکشی صفر وسط میمانه سمت راست مثبت ها سمت چپ منفی ها و یک نکته یک نکته بسیار مهم شاگرده از دقت کنید ده اعداد تام کدام عدد بزرگتر است خود اعداد مثبت خود ما شما میفهمیم یک بزرگ است یا دو میگیم دو بزرگ است اما ده اعداد منفی منفی یک بزرگ است یا منفی دو میگیم که منفی یک بزرگتر است دقیقاً چی میشه برعکس میشه یک نکته ما برد میگم هر که شما عدد شما سمت چپتر باشد عدد شما کوچکتر میشه و هر عدد سمت راست باشد بزرگتر میشه صحیح است اینو باید بفهمید به عنوان مثال منفی 4 بزرگتر است یا منفی 1 کدامش سمت راست است منفی 1 سمت راست است پس منفی 1 بزرگتر است منفی 4 کوچکتر میشه صحیح است پس نکته همین است در اعداد تام هر عدد ما و شما چپتر باشد سمت چپ باشد عدد کوچکتر میشه و هر عدد سمت راست باشد بزرگتر میشه دقت کنید صفر بزرگتر است یا منفی دو کدامش سمت راست است بین همی هر دو صفر سمت راست است پس صفر چی میشه بزرگتر میشه منفی دو کوچکتر میشه سیست؟ پس همین نکته یادتان یادتون باشد هر چه عدد ما و شما چی باشد سمت چپ باشد چی میشه کوچکتر میشه پس من نوشته میکنم منفی دو کوچکتر از صفر میباشد سیست؟ است یعنی صفر ما بزرگتر صفر بزرگتر از منفی یا بگیم از اگزی بر بخوایم منفی دو کوچکتر از صفر است اگر از او بر بخوانیم صفر بزرگتر از منفی دو میشه صحیح است پس نکته شمیسته شاگرد عزیز دقت کنید منفی پنج بزرگتر است یا منفی دو کدامش بزرگتر است دقیقا برای که بفهمی باید این عدد محور در ذهنت بیایه در در ذهن خود میکشی و پیدا میکنی منفی دو و منفی پنج کجاست منفی دو دقیقا اینجاست منفی پنج هم اینجا میشه خب حالا کدامش سمت راست است بین دو, دو, کدام راست سمت راست قرار دارد منفی دو سمت راست قرار دارد پس منفی دو چی میشه بزرگتر میشه صحیح پس علامه بزرگ سمت منفی دو میمانیم پس نکته همیسته که هر چی عدد ما و شما در محور اعداد محور اعداد دقیقا همیسته دیگه تغییر نمیکنه کنه باز منفی نه سمت راست نوشته کنی ها سه پس صفر وسط اعداد مثبت سمت راست و اعداد منفی سمت چپ منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار تا منفی لای خب شاگردان عزیز حال بین دو عدد مقایسه بخوایم بکنیم هر عددی که سمت راست باشد و بزرگتر است هر چی سمت چپ باشد کوچکتر است درست است نکته شمیست و سوال آخر شاگردان عزیز منفی یک بزرگتر است یا صفر کدامش بزرگتر است آفرین صفر بزرگتر است چون صفر در اینجا میشه سمت راست میشه منفی یک منفی یک منفی, منفی دو منفی سه منفی چهار تا منفی یک هزار میرسه است و خیلی سمت چپ است پس صفر چون سمت راست است چی میشه بزرگتر میشه پس نکته شمیسه که هر چه عدد ما و شما در محور سمت راست باشد و بزرگتر است پس اعداد تام و نمایش آنها روی محور اعداد ما و شما خواندیم و تشریح کردیم که چی است درست است پس من تیک مارک میکنم پس اینم ما و شما خواندیم خب شاگرد عزیز کارخانگی کارخانگی چی است کارخانگی تمرین های صفحه 72 و 74 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب بگین سفر 9۶4ار ۸ اد درست است اگر کدام سوال هم دارید میتونید با ما در میان بگذارید. خب پایان جلسه اول از فصل سوم شاگردهای عزیز و گرامی مانده نباشید ب باشین شما را به خود آوند بزرگ و مهربان میسپارم.